اسکار 2022 بعد از جوایز سال 2021 که به دلیل ویروس کرونا تا اندازه‌ای به حاشیه رفت، امسال دوباره نوبت استودیوهای بزرگ و فیلم‌های پرهزینه خواهد بود. اسامی نامزدهای اسکار امسال این بار توسط خانم تریس الیس راس، بازیگر و دختر دایانا راس و آقای لسلی جوردن، هنرپیشه پرسابقه آمریکایی اعلام شد. انتظار می رود که امسال شاهد رقابت فشرده‌ای برای اسکار بهترین فیلم باشیم. بلفاست، فیلمی درباره رویدادهای ایرلند سالهای 1960، یکی از رقبای جدی خواهد بود. وسترنی به اسم زور سگ، ساخته یه خانم جین کمپیون نیوزلندی، نیز یکی از نامزدهای اصلی است. و البته داستان وست ساید، نه فیلم قدیمی 60 سال پیش که به اصطلاح ریمیک ساخته ی استیون اسپیلبرگ. اما در بخش فیلم‌های خارجی یا بین‌المللی 5 نامزد رقابت خواهند کرد از ژاپن، دانمارک، ایتالیا، نروژ و بوتان. The Hand of God, Italy. Luana, A Yak in the Classroom, Bhutan. And the worst person in the world, Norway. Leslie, you keep stealing all my lines. Good morning, Mobile. فیلم مدرسه آخر دنیا از کشور بوتان شاید یکی از رویدادهای غیر منتظره اسکار امسال باشد. جا جا جانیا جا جا جانیا مالو پن بگو نمیدی نجند آلو سلو نمزم تنسون ندگلا لبی جو برا ما چنی لو تی دنگلا لبی نانگا چی ده چی کمیگای گلا. مراسم اعطای جوایز اسکار 2022 روز 7 فروردین 1401 برگزار خواهد شد. سینمای ایران امسال در اسکار حضوری ندارد.